قالب کیک و گیمزات پنکیک که سه تا برش میدیم. خب ما یک کفکیر خامه میریزیم، بعد یک کفکیر ساچر که اقل ما تهیه کردیم. این ساچر چیه؟ این ساچر مخصوص راشه. این ساچر پکتین و ژلاتین و لیسین و بعد شکلات بلژیکی توش کار شده. یه ملاقه هم بریلو توش میریزیم. ما یه ترکیبی که الان ما درست میکنیم همین خودش به خاطر اینکه نصف مخلوط ساچر و بریلوه، به خاطر همین فوق‌العاده کمچرب میشه. پس یکی از علائم رژیمی بودن این کیک همینایی که شما توضیح دادید. بله دقیقاً، خامش خیلی کمه. خود این خامه وانیلی هم که الان داخل این کار میشه، چون خامش سفارشیه، فوق‌العاده کمچرب و شیرینش هم خیلی کمه. خیلی جالبه که حالا بینندگان عزیز بدونن که فقط نوشابه و غذاهای رژیمی نیست، این رژیمی بودن تو شیرینجات و کیک هم خلاصه میشه. درسته قربان؟ بله دقیقاً. بله آقا، اصلا چرا راش کیک؟ راش زبان کردیه، کردی، ولی خود این کیک چون اسمش راشاهه، ما دیگه راشا نمیگیم، سعی کردیم به زبان محلی کردی اسم راش رو واسش انتخاب کردیم، راش کیک بی بی. خب ما الان اینو سه قسمت کردیم، بعد وسط هر برش هم یه لا خامه اضافه کردیم، البته خامه که خامه مخلوط ترکیبی که با ساچر و بریلو کار شد. بعد با این خامه خیلی کم، در حد یه روکش خیلی باریک که فقط اسفنج کیک رو بپوشونه، سعی می‌کنیم کیک رو صاف کنیم. تقریبا کیک سه مرحله میشه: مرحله برش و زیرسازی و صافی کیک که شامل دیزاین کیک میشه. بین سلایه هم که شما از این مواد مخلوط شده ریختین، مخلوط استفاده کردیم. خب الان بعد خامه اضافه دور کیک رو جمع میکنیم با این صافی، سعی میکنیم از حداقل خامه استفاده کنیم، بهینه رو ببریم. خب در کنار این مخلوط ترکیبی ما یه پودری هم آماده کردیم. این پودر چی هست؟ بله، پودر اسفنج راشه با فندق خورد شده و آسیاب شده و یه خورده کاکائو. بعد با علک ما هم دورش و هم روش رو با این علک میکنیم. خب این کیک تقریبا آماده است. بسیار خوب. من از قیف واسه دکور کیک استفاده میکنم. باز از همین مواد دیزاینش هم دقیقا واسه همین تزئینش استفاده میکنم، مخلوط استفاده میکنیم. خب هم دور کیک میتونن آچار بدن، یعنی آچاریه که دور کیک کار میشه. این آچار کیک روش هم میتونن هم با آناناس هم با هلو هم با توت فرنگی، ولی من دقیقا به همون شکل راش کیک تزیین میکنم اینو. الان این طرح آچار فرمودید؟ بله، این طرح اصطلاحش آچاره بین شیرینی فروشا. تقریبا این کیک آماده است. میشه روی این کیک دوتا توت فرنگی هم کار کرد. البته وسط کیک هم میشه از توت فرنگی یا هلو یا کمپوت. وسط یعنی بین اون لایه ها؟ بله، بین لایه‌ای که برش خورده بعد اینکه خامه رو روش کشیدیم میشه اینا رو هم کار کرد. کسایی که کیک میوه‌ای دوست داشته باشن میتونن به این حالت درست کنن. این تقریبا الان آماده است دیگه. این الان کیک راش کیک.